یه کامپیوتر دارید که کارت شبکه وایرلس نداره و لازمی که بهش اینترنت بدیم جایی هم هستیم که کابل کشی شبکه واسمون امکان پذیر نیست چه راهکاری وجود داره و چطوری میتونیم به این کامپیوتر اینترنت بدیم یه راه اینه که یه جوری کابلی رو بخوایم بکشیم و بهش وصل کنیم یه راه دیگه که اینه که از گوشی اندرویدیمون استفاده بکنیم و اینترنت رو با گوشی اندرویدی به صورت وایرلس بگیریم و از طریق کابل یو اس بی که هممون داریم همون کابلیه که باش شارج رو شارژ میکنیم اینترنت رو منتقل کنیم روی این کامپیوتر اگه دوست دارید این رو یاد بگیرید امروز با من همراه باشید سلام من اردشیر کاویانی هستم اینجا چاره کامتره و امروز میخوام یه سری ویدیو رو براتون شروع کنم سری ویدیوهایی که میخوام بهتون یاد بدم چجوری اینترنت رو شیر بکنیم اینترنت رو از گوشی موبایلمون به صورت وایرلس به یک گوشی دیگه به صورت کابلی به یک کامپیوتر دیگه اینترنت رو با کامپیوترمون بگیریم شیر کنیم و این موارد امروز میخوام بریم سراغ اولیش من یه کامپیوتری دارم که کارت شبکه وایرلس نداره و تنها چیزی که تو دستم هست یه گوشی موبایل و یه کابل یو اس بیه میخوام از طریق گوشی موبایلم به وایرلس خونم وصل بشم و بعد از طریق کابلم اون رو اینترنتش رو منتقل کنم به پیسی امکان پذیر یا نه خیلی خیلی ساده است میخوام بریم با هم دیگه این کار رو انجام بدیم قبل از اینکه شروع بکنم اگر از محتوای این کانال خوشتون میاد خوشحالم میکنید اگه اون دکمه سابسکرایب بزنید زنگوله بغلش بزنید اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما لایک بکنید و برام بنویسید که چه ویدیوهای دیگری رو دوست دارید که براتون درست بکنم بریم با هم دیگه شروع کنیم خب همونجور که گفتم تنها چیزی که لازم داریم یه گوشی موبایله و یه کابل شبکه USB خیلی هم ساده است فقط موضوع اینه که بعضی از موبایل ها و بعضی از سامل های اندروید این قابلیت رو ندارن فعلا دارم فقط برای سامل اندروید رو میگم اگر iOS این توش امکان پذیر باشه چون نمیدونم واقعا ویدیوشو جداگونه براتون میسازم فعلا بریم سراغ اندروید و اندروید یاد بگیریم من از صفحه موبایل من فیلم میگیرم این بغل براتون میذارم ولی کل کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که کابل USB مون رو وصل کنیم به کامپیوترمون این کامپیوتر کارت شبکه وایرلس نداره و اون رو وصل کنیم به گوشیمون حالا من سفر گوشی رو هم اینجا براتون میذارم که ببینید خب کل کاری که میخوایم بکنیم وارد ستینگ میشیم از قسمت نتورک ان اینترنت از قسمت هات اسپات ان تترینگ یو تترینگ رو روشن میکنیم به محض اینکه روشنش میکنیم یه اتفاقاتی توی ویندوزمون انجام میشه این اتفاقات رو با هم ببینیم بریم توی قسمت نتورک اند شیرینگ سنتر روی گوشیمون هم ببینید چه اتفاقی میفته اینجا تترینگ اور هات اسپات اکتیو نوشته که اکتیوه تپ تو ستاپش میزنم درسته خب همونجور که میبینید یه کانکشنی اینجا ساخته شده به اسم لوکال اریا نتورک ریموت اندیس بیست اینترنت خب و من الان اینترنت دارم اگه یه صفحه باز بکنم اینه از سایت چاره کامپیوتر خیلی ساده پس من تونستم اینترنت رو از گوشیم به این دستگاه منتقل کنم اوکی okay. دیدید که خیلی ساده است این کار فقط کافیه کابل رو وصل کنید اگر USB تتر رو داشته باشید اون رو فعال کنید خود ویندوز این رو میشناسه و تشخیصش میده و اینترنت رو میتونه از اون طریق دریافت بکنه پس خیلی خیلی ساده میتونید این کار رو انجام بدید این اولین ویدیوه و یاد دادم که چجوری از گوشی اندرویدیمون اینترنت رو وایرلس بگیریم و بتونیم به یک کامپیوتر منتقل کنیم تو ویدیوهای بعدی میریم سراغ بقیه موارد که شاید اونها خیلی جذابتر هم باشه یکی از جذابتریناش اینه که ویندوز این قابلیت رو داره که وایرلس اینترنت رو بگیره و وایرلس به بقیه اینترنت بده یا با کابل اینترنت رو بگیره و وایرلس به بقیه اینترنت بده شما جایی هستید که اصلا مدم وایرلس ندارید و اون میتونه خودش نقشه هاتسپات یا نقشه اکسس پوینت رو براتون بازی کنه ویدیو اون رو هم میسازم و براتون اینجا قرارش میدم امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره اینجا چاره کامتره من رو کاویری هستم فعلا خدا نگهدار